به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان عزیز سلام تقدیم می‌دارم. خب لکچر امروز ما درباره کسایی که سفر می‌کنن و در سفر به سال سفراخ مبتلا می‌شون می‌باشن. خب به نام تراولر دایری یاد میشه که اعراضش سفراغ است، تب است، دردا یا اسپازم یا کرمپ شکم است، همچنان خون میتونه در مواد خایده دیده شود که یک سال بسیار معمول است که به نام تراولر دایری یاد میشه میشه که در ظرف 5 روز کم شود، اما در بعضی ها تا 2 هفته 3 تا 10% تا 2 هفته تمام میکنه و با 3% با 3% هم میتونه تا 3 روز دوام کنه و تداوی از استرومایسین است که 500 میلی گرام میگیرن 1 گرام در 1 روز و در 1 تا 3 روز دیگه روزی 1 تابلیت میگیره. خب تابلیتاش 250 میلی گرام است استرومایسین و همچنان لپروماید که یک دوایی است که بطی می سازه همی حرکات یا کرمپ خود شکم او هم داده میشه که سال دفعات سال کم کده می تانه. علاوه می تانیم که ما یاد بدیم که تا امو سال کم کنه. خب تدابیری که خطر سال در سفر کم می کنه چی است؟ وقتی که شما سفر میرین باید بوتل آب جوشاده، خصوصا کسایی که از ممالک غربی میره در ممالک رو با انکشاف میرن و اونجا آب باید صحیح، خصوصا آبایش تست نشده و صحیح نیست، باید همیشه از آب بوتل بخورن و حتی اگر دندانهای خود برس میکنن باید توسط آب بوتل برس کنن و یا ای که یخ نخورن بخاطر که یخ از آب عادی ساخته شده، اما آیس کریم مثلا از آب عادی ساخته شده یا میشه شیرش جوشاده نباشه و غذایی که میخورن اون را باید خوب داغ گرم کنن، میوه‌جات تازه را پوست کنن بخورن و غذایی که در سر کراچی هست و گرد خاک بیرون نشسته از و نخورن و خاطر که معافیت از اینا بسیار کم است و بسیار زود امکان داره که اینا به امی سال که در سفر پیدا میشن اینا مصاب شود. همچنان گاهی به اشرات، گاهی مگس بس در سر میوه‌جات، در سر آب، در سر شیرنی ها میشینه که همش خطرناک است و باید متوجه باشن. خصوصا آب جوش داده باید همیشه آب جوش داده بخورن. علاوه ای باید کسایی که اینا سفر میکنن یک واکسین صحیح که قبلا هم در لکچر قبلی گفتم تمام لست واکسینا را باید اینا داشته باشن که وقت لست واکسینا را اینا دارن و واکسینا را کردن شاید در میکروبا یا امراض انتانی زیاد مصاب نشه. خب وقتی که دوباره بازگشت میکنن از سفر اینا پرابلم بسیار مهم بسیار کسا همیز که هنوز هم اینا اسهال دارن و یک التهاب جهاز هاضمه هم می داشته باشد که تداوی های از این دسته پس انتیبیوتیک ها مثل نام می گیرم سپروفلاکساسین و استرامایسین و لپرامایت که خود همی جهاز هاضمه رو بطی می سازد توسط تزیمی باشد و بازم تکرار می کنم که همیشه باید سبزیجات و میوه‌جات خوب بشویدن و پوستش کنن و آبای بوتل بخورن و همچنان در بفی ها که رستوران داست که ریسک زیاد است دوا نرن، انتیبیوتیک وقایعی با خود داشته باشن و اگر مشکل زیاد داشته باشن باید نزد دکتر مراجعه کنن که بخاطر که بعضا بسیار مریضی های شدید مثل ملاریا، هپاتایت ای بی، مرض مورقه یا بعضی سکشالی ترانسمیتد دیزیز یا مریضی های که از طریق مقاربت جنسی انتقال میافه میگیره و یا یک کسایی را هم آمیب میگیره یا یک مننجایتیس التهاب نخای شوکی میگیره که باید بعد از اون واکسین ها چک شد و که واکسین نشد باشه و اگر از سهر سهی نباشه میشه که شبش یا اسکابیسیوم مصاب شد.
از این خاطر باید وقتی که سفر میکنین بسیار متوجه باشین و عامل ترافل دایری ها یا سال خونی هم میباشه، سال آبی هم میباشه، شرش ها کولای میباشه. تشکر، چینل من هم سبسکرایب کنید.